پدر سر سیمت دنبال دختر و پسر کوچیکم هم راه افتاد، به ما گفت برگردیم بریم. گفتم من که بر نمیگردم، شما برید. دیدم از یک مسیر جدای ما رو برد. نگران شدم، شدم سرم، گفتم خب اینا هر کجا میبرن؟ همه زبارا که از اون بر میرن کربلا، چرا ما رو از این پشت میبرن؟ گفت نمیفهمم. شوهرم هم نگران شد، گفت شاید ما رو رد مرز میکنن. خلاصه این آقا از اتاقش بیرون آمد با همین دوتا کلوپشتی. کلوپشتی قشنگه، روش نوشته یا حسین. قدیم این دستی آقا، این آقا دیدم نه خود آقا همونجا گریه هم گرفت، رو به همسرم کردم، شم نگاهش میکنم چی نمیگفتم. خودم بودم یا حسین، من کربلا میخواستم، نه هدیه نه توفه، فقط کربلا میخواستم آقا. سلسله مستند کربلایی، روایتی از مسافران راه عشق. من پارسال سری اول ما بود، این بار اول بود که ما کربلا مشرف شدیم. سالها این آرزو در دل ما بود، که آرزو داشتم که کربلا برم. وقتی در افغانستان بودم، یعنی مشکلات بود، نتونستم که اون سفر رو بیام و مشرف شم به کربلا. بارها موقعی که این زبارا می آمدن و کربلا می رفتن، خیلی آرزو داشتم که منم هم سفر اونا باشم. بله. وقتی زبارا حرکت می کردم به طرف کربلا، خیلی برام سخت بود. می رفتم اجداد همسرم، می گفتم که خب بالاخره باید یک کار بکنیم که یک سفر شما برین کربلا، یک سفر من. تو که نمیشه که بچه هم مثلا با ما برن، اما اگه با هم بریم مشکلات نمیتونیم که، اما اگه با هم بریم. میگفت نه، من با خودم عهد کردم، با خدای خودم و با امام حسین که من با امرای تمام فامیل و بچه هم اتفاق امسر و بچه هم میرم کربلا. و این به من سالا که ما نتانستیم و توفیق پیدا نکردیم که بریم زیارت کربلا، تا اینکه تقریبا 3 سال قبل وقتی که افغانستان دوباره اوضاعش آشفته شد و نارام شد، ما شوهرم تصمیم گرفت که دوباره هجرت کنیم به ایران. سال اولی که آمدم خیلی شوق داشتم، این زباره را که میدیدم اما میرن طرف کربلا. حرکتم کردم که برم اقدام کنم برای سفر کربلا، ولی نشد، موفق نشدم و شایدم آقا ما را دعوت نکرد. پارسال دوباره اراده کردیم، شوهرم گفت امسال انشاءالله میریم کربلا. بند خدا این طرف اون طرف رفت و اقدام کرد، ولی چون ما حساب پاسپورت ما وقتش تمام شده بود، ویزای ما و اینکه اقامت ایران هم نداشتیم، خیلی برای ما سخت بود. ویزای عراق به ما نمیدادن، فقط به اونایی میدیم که اقامت ایران داشته باشن. این بود که دیگه شوهرم گفت که به ما که نمیدن که ما بریم کربلا، چیکار کنیم دیگه. یک روز گفت به فنای خدا آقای امام حسین میریم انشاءالله حرکت میکنیم، اگه تانستیم که رد شیم از مرز به ما اجازه دادن که چی بهتر، ندادن دوباره برمیگردیم. منو پدرش کلوپشتی نداشتیم دیگه، با همین ساکای مسافرت دست ما بود و آمدیم. وقتی کربلا میرفتیم به همسرم گفتم خب ما 2 تا کلوپشتی کم داریم. میگن کربلا که میری باید هر کدوم کلوپشتی مخصوص خودش رو داشته باشه. چیکار کنم؟ برم بازار 2 تا کلوپشتی بخریم. همسرم گفت یک جور درست کن، میریم. حالا سفر کربلا بالاخره خرج داره، ما که تازه اومدیم مشکلات خیلی بود. ابتدا رفتیم مرز چذابه، یک هفته مانده بود بر به این مرز چذابه که رفتیم، اون آقایون حساب مرزبانه ایرانی، اصلا همون آقای علی اسمش به خاطرم نیه ولی مسئول همون قسمت مرزی بود، به اونا مراجعه کردیم، گفتیم آقا ما میخوایم بریم کربلا، از اتباییم، چی داری خانم؟ گفتم هیچی. ویزا داری؟ اقامت داری؟ چی داری؟ گفتم نه آقا هیچی نداریم، ویزا منم تمام شده، وقتی ویزای ما یک چند روز گذشته. گفت نمیشه خانم. گفتم ما سرشماری دارم، سرشماری مشهد داشتیم، بهش نشان دادم، گفت نه نمیشه با سرشماری رد.
خوارچی التماس هرچی زاری یک آقای دیگه بود، خیلی آقای خوبی بود، جوان بود، آمد اونجا با شوهرم صحبت کرد، گفت که آقا جعفری تا اینجا منتظر باش، شاید یک فرجی بشه، یک جوری من بتانم شما را از اجرت کنم، برین کربلا برین انشالله. خلاصه یک چند ساعتی معطل و علاف شدیم، همه میرفتن، ما داشتیم با حسرت نگاه میکردیم، تا اینکه دیدیم که اصلا اجازه نمیده، دخترم بچه هم خیلی خسته شدن، گفت مامان اجازه نمیدن، بیا برگردیم بریم، حالا که خودمون علاف نکنیم. گفت مامان علافی نداره، در راه حسین بذار سر جانمون فدای حسین، میشینیم علافی تا شب میشینیم، شاید فرجی بشه، شاید ما را اجازه بدن. گفت نه بچه ها، گفتن خسته شدیم مامان بریم. خلاصه ما راه افتادیم، دوباره برگشتیم و از مرز چذابه، از اونجا قسمتمون که مردم میرفتن زواره کربلا بیرون شدیم. آمدیم بیرون دیگه، می آقایی که مسئول همون قسمت بود و بزرگ بود، این داشت میرفت، روش صدا کردم، تو آقا اجازه ندادی ما بریم کربلا. گفت نمیشه خانم، نمیشه که ما را اجازه. خلاصه من دست خودم نبود، یعنی نمیخواستم حرف بهش بزنم، ولی از ذهنم یک دفعه در آمد، گفتم من شما رو موکول کردم به آقا امام حسین، من شکایت شما رو به آقا میکنم هر موقع برم. دلم شکست گریم گرفت دیگه. آقا خیلی ناراحت شد، خیلی عصبی شد، گفت خانم این حرف نزن، نفرین نکن. گفتم نه نفرین نمی کنم، شما اجازه ندادی من کربلا برم، سال اولمه میخوام برم کربلا، آرزو دارم. یا مولا جانم بیعبدالله، جانم بیعبدالله، جانم بیعبدالله، درگاه تو بوسیدن به بچ صفا دارد، درگاه تو بوسیدن به بچ صفا دارد، خاک سر کوی تو عطر شهدا دارد، محبوب همه دلها جانم ابی عبدالله. خلاصه از پیش این آقا با نراتی رد شدیم و آمدیم حرکت کردیم. در بین راه یک بنده خدای از اون قسمت شهری که بودیم گفت که برین طرف اهواز، برین از مرز شلم چه حتما انشالله به شما اجازه میده که از اونجا برین، چون اکثر اتباع از اون قسمت میرن. و با امید حرکت کردیم به طرف مرز شلمچه، آمدیم. خلاصه در بین همون مسیری که زایرای آقا حرکت میکردن ما هم برا افتادیم، پاسپورت همون که بدون ویزه بود و بدون اقامت دست ما بود دیگه. ما آقا صدا میکرد، آقایی که همونجا حساب چک میکردن صدا کردن، گفتن که پاسپورت ها دستتون باشه، قسمت عکس دارش. همه دستمون گرفته بودیم و داشتیم به راهمون ادامه میدادیم. خلاصه در چند قسمت این پاسپورت ها چک شد و من و همسرم رد شدیم. خیلی خوشحال بودیم که داخل به صاحب خاک عراق شدیم و مرز عراق وارد شدیم دیگه. ولی بچه ها ماندن این طرف، دخترم و دو تا پسرم. خب نمیدونم که حالا ساعت نگرفتم، چند ساعت گذشتم اونجا نشسته بودیم که دیدم دخترم با حالت گریان و پریشان آمد. مامان برگردیم، گفتم چرا مامان؟ گفت ما را نمیذارن، برادر بزرگ ما اونجا به صاحب گفتن باید منتظر باشی که پدر و مادر تو بقیه اعضای فامیلت برگردن، ما باید برگردیم چون محمد اجازه نمیدن. گفتم نمیشه مامان، ما که حالا رد شدیم، انشالله میریم، انشالله محمد هم اجازه میده، حالا که تو آمدی تو همینجا منتظر باش بر نگرد، ولی انشالله محمد هم میاد. گفت نه مامان، محمد اجازه نمیدن. گفتن حتما تو باید برگردی با مرزا امرای خانواده. خلاصه پدر سر سیمت دنبال دختر و پسر کوچیکم هم راه افتاد، با ما گفت برگردیم بریم. گفتم من که بر نمیگردم، شما برید، من میخوام برم کربلا. شوهرم گفت نمیشه، باید بریم برگردیم. دختر التماس، پسرم پدرش التماس، بریم مامان برگردیم، شاید به ما نامه چیزی بده قانونی بریم کربلا. گفتم نه، اینا الکی ما رو برمیگردانن، شاید ما رو رد مرز کنن. گفت مامان همچین چیزی نیست. خلاصه ما همونجا نشستم و با دل شکسته داشتم گریه میکردم،
شوهرم و به امرای دخترم و پسرم برگشتن. اینا رفتن و دیدم بعد از یک مدتی برام زنگ زدن. دخترم گفت مامان برگرد. بیا این آقا ضمانت کرده که به شما نامه میدم که برن قانونی. گفتم نه همچین چیزی نیست. نه نامه به ما میدن نه هیچ. حالا کی ما رو میکشون؟ گفت مامان به خدا میگه ما رو شما رو میفرستم کربلا. گفتم گوشی رو دست آقا بده خودش. اگه گفت من که میام برمیگردم. اگه نه من میرم کربلا. گفتم آقا تو رو به جان امام حسین. اگه ما رو کربلا میفرستی من برمیگردم. اگه نه که من برنمیگردم. گفت برگرد. انشالله من میفرستمت کربلا. خلاصه با حالتی که خیلی که اصلا دلم هم نمیخواست برگردم و ناراحت و غمگین دوباره برگشتم. وقتی برگشتم مرا هدایت کردن به اتاق اون آقا. رفتم دیدم بچه هم همه نشستن و ازشون پذیرایی کردن و شوهرم نشسته بچه هم همه خوشحالن. ناخود آقا من گریه گرفت. گفتم که رو به اون آقا کردم. گفتم آقا تو رو به خدا اگه منو میفرستی کربلا به امرای بچه هم اینا خود همین الان بگو. اگه نه که ما به خدا نیمه جون شدم. فکر نه خانم نگران نباش میفرستیم حتما شما رو کربلا. و نشستم اونجا گریم گرفت. دیدم این آقا خیلی دلش سوخت. گفت خانم گریه نکن حتما میرین انشالله کربلا. خلاص من هیچی نگفتم. دیدم از همون داخل اتاقش صدا زد یا آقای فکر کنم اون از مرز عراق بودن. گفت آقای فلانی از اتاقت بیا بیرون. و آقا تو همون تصویری که ما رو میدید از داخل اتاق این افسر نظامی از اتاق اومد بیرون با لباس شخصی. گفت که اینا رو چک کن. این 5 نفر رو قشنگ چک کن که اینا رو ما میفرستم اونور. اینا رو رد کنی که برن کربلا. و آقا ما رو نگاه کرد قشنگ همه چهره رو به خاطرش سپرد. و این آقا هم گفت که برین الان کربلا. اصلا باورم نمیشد اون صحنه که ما رو بفرست کربلا. ای کاش شبی را من بین الحرمین باشم بین الحرمین باشم بین الحرمین باشم. خلاص از این آقا خداحافظی کردیم و یا خواهم یه از همون سربازایی که همونچه مشغول کار بودن امرای ما کرد. گفت این خانواده را هدایت کن طرف خاک عراق. خب ما آمدیم دیدیم که یک لحظه دیدیم که ما را از جایی میبره که اصلا مسیر زبار نیست. نگران شدم سرم گفتم خب اینا ها کجا میبرن؟ همه زبارا که از اون بر میرن کربلا چرا ما را از این پشت میبرن؟ گفت نمیفهمم. شوهرم هم نگران شد. گفت شاید ما را رد مرز میکنن. همین آقایی که سروازی که امرای ما بود اونم بنده خدا گفت نه آقا اگه شما رو میخواست که رد مرز کنه یا بفرستتون ایران که از این فرد نمی برد طرف عراق شما رو نمی برد بر میگشتن شما. نه نگران نباش انشالله کربلا میری. و یک چند لحظه منتظر شدیم دیدیم همین آقایی که از دور ما رو داخل این اتاق این افسر نظامی دید. دیدیم از دور ظاهر شده آمد و خیلی علته توازنانه خیلی خوشحال آمد. خیلی استقبال گرمی از ما کرد. خدا خیرش اومده. شوهرم دستش رو گرفت. آه کجا میری؟ گفتم کربلا. خیلی با ما برخورد خوبی کرد. خلاص گفت بیان دنبالم را بیفتیم. احساس کردم که داخل خاک عراق شدم. ما خدا گام لازی که چشم با اون سربازان عراقی افتاد دیگه اون موقع بود که خاطر جمع شدم که واقعا دارم میرم کربلا. یک لحظه ناخودآگاه اصلا خودم نفهمیدم چی کار کردم. با اون چادر مشکی روی خاکا افتادم. سجده شکر به جا آوردم. دیدم این آقای افسر عراقی که این آقا رفتش گفت که اینا زورای امام حسینن. اینا را هدایت بده طرف کربلا. یا آقا آمد جلو دست همسر من گرفت. بهش خوش آمده و همون زبان عربی خودش خوش آمده گفت به همه ما. و بعد اشاره کرد به شوهرم که بیا دنبالم. خب ما دنبال یه آقای عراقی را افتادیم. در حین راه که می رفتیم این دست همسرم رو محکم گرفته بود. یک آلتی بهش انگار که گریه کنه هشت چشمانش من داشتم می دیدم. دست همسرم رو گرفته بود داشت می برد.
مام دنبالش. یک لحظه دیدم یه آقا مکس کرد. یک جای. انگار که نمیدونم چی بود، اتاقش بود، پادگانشان بود، چی بود. همون جا استاد با ما گفت که اون زبان خودش گفت که شما معطل باشین اونجا، منتظر باشین. خلاصه این آقا از اتاقش بیرون آمد با همین دوتا کلوپشتی. کلوپشتی قشنگه. روش نوشته یا حسین. قدیم این دستی آقا، این آقا دیدم. نه خود آقا همونجا گریه هم گرفت. رو به هم سلام کردم. شم نگاهش میکنم چی نمیگفتم. خودم بودم یا حسین. کربلا میخواستم، نه هدیه، نه توفه. فقط کربلا میخواستم آقا. خلاصه این آقا این دوتا کلوپشتی رو داد دست همسرم. تا یه مقدار رامار بدرقه کرد. والت خیلی خوش آمدید و اینا گفت که برین. برین فی امان الله. برین انشالله برین کربلا، انشالله زیارت آقا ابو عبدالله الحسین که آرزویش دارین انشالله برین سالم برگردین. دیگه با ما خداحافظی کرد و راه افتادیم. اونجا که رفتم گفتم آقا تو میدونستی که من دوتا کلوپشتی کم دارم. راه افتادیم طرف نجف. وقتی از زیارت امام علی فارغ شدیم گفتیم بیم بریم پیاده روی کربلا. همه رو میدیدیم با یک شوق و حالی که اصلاً وصف ناپذیر بود به طرف کربلا در حرکت بودن. تو مسیر ما هم داشتیم، ما بچه ها می رفتیم و تو مسیر این هم مکبار نگاه می کردیم. این شور و حال عراقی ها رو واقعا شور و حال عجیبی داشتن. این بچه های کوچیک ها کسی دستمال کاغذی دستش به تعارف می کرد به زوارا. یکی می آمد یک بچه کوچیکی عطری دستش بود می زد رو لباسمون دستمون. کسی میاد میگفت خودکاری دستش بود میگفت بنویسم برات. این موقعی خیلی دلم برای این بچه ها چی میشد میگفتم که اینا دلشون نشکنه، اینا خادمین امام حسین هن. بعض موقعی هم اینا که خودکار دستشون بود همه جا میستادم گفتم که زینه یک چیز دستم بنویسن روی دستم. کسی یا حسین مینویست، کسی یا ابوالفضل عباس مینویشت. دیگه دخترم برمیگشت مامان تو هر جا اینجا واسطی دیگه که ما دیر میرسیم کربلا. ما من دل اینا نشکنه، اینا خادمین کوچیک آقا هم. دیگه تقریبا فکر کنم روز چهارم به کربلا رسیدیم بین الحرمین که آرزویش سالا به دل داشتیم. یک کلیپ رو آماده کردیم، دوست داریم اون کلیپ رو تماشا کنید و ببینید. بسینه خسته زینب کبرا قسم، بسینه خسته زینب کبرا قسم، به جان زهرا قسم، به داغ لیلا قسم، به جان زهرا قسم، به داغ لیلا قسم، که درد بیدم را حسین شفا. اصلا باورم نمیشد. وقتی که داشتم گاهی به حرم حضرت ابوالفضل عباس نگاه میکردم، گاهی به حرم آقا عبدالله الحسین، تو آقا من خواب میبینم یا بیدارم. همسرم هم اینطور شوکه شده بود. یا امام حسین، من یک موقعی اینا آرزو کردم، از خدا خواستم که من به اتفاق خانواده بیام کربلا. حالا خدا رو شکر نمیفهمم خواب میبینم یا بیدارم که من به اتفاق بچه هم خانواده هم همه اومدیم کربلا. شما
وقتی که به زیارت آقا عبدالله الحسین رفتین، این حسی رو که نمیتونین تجربه کنین و طبیعتاً یک حس شیرین و خب دلچسبی هست بر شما، حلاوت او را فکر نکنم بتونین فراموش کنین. میخوام ببینم که از او به بعد امام حسین علیه السلام در زندگی شما چه نقشی داشتن؟ خیلی اثرات خوبی زندگی ما داشتن. بعد از اینکه از کربلا آمدم خیلی بچه هم خیلی احساس یعنی بیشتر به امام حسین نزدیکتر شدم. میشه راجع به این هم با ما صحبت کنید که اگر احساس کردید که امام حسین به شما توجه نکرده یا با ایشان قهر کرده باشید، چی رقم بوده او داستانش و چرا؟ هیچ موقع با امام حسین قهر نکردم، هیچ وقت. همیشه با امام حسین بودم، همیشه راضی بودم به رضای خدا. موقع مشکلات بالاخره نا به سامانی های پیش میمد در زندگی، یه خورده ناخوش میشدم، ولی هیچ وقت یادم نمیاد که ما با شکایت کرده باشم یا به امام حسین قهر کرده باشم. یعنی همیشه خودمو زندگیمو مدیون آقا با عبدالله الحسین میدم، توجهات آقا، اینکه آقا حتما به زندگی من توجه داره که من همچین بچه های خدا رو شکر از بچه هم راضیم، دخترم و پسرم. یعنی به هر نگاه که زندگیم نگاه میکنم، یعنی واقعا احساس میکنم همه فرمانبر منن، همه اونه که بچه های میخواستم که واقعا همچین بچه های خدا به من عنایت کرد که دوستار اهل بیت باشن، دوستار امام حسین باشن. من همه اینا رو نتیجه التاف آقا و عبدالله الحسین میدانم و خوشحالم. اگر همین در همین لحظه که اینجا نشستیم احساس کنید که آقای امام حسین علیه السلام وارد میشن، حضور پیدا میکنن، دوست دارید چی بشنوید از ایشان و چی بگید به ایشان؟ فقط دوست دارم که آقا ما التاف داشته باشه، توجه داشته باشه، کمکمون کنه در این مسیری که میریم، که واقعا حسینی باشیم، واقعا خطمون خط حسینی باشه، خط آقا و عبدالله الحسین باشه، به بچه همون توجه داشته باشی، بچه همون هدایت یافته باشن. یکی از آداب و رسومی که همه ما داریم با یک کربلایی یا کسی که کربلا میره، او را با یک احترام خاص بدرقه میکنن دوستانش، اقوامش، و وقتی که برهم میگرده مورد استقبال قرار میگیره، برش تحفه میدن، برش حالا به دیدارش میاین، دوست دارن از زبان او بشنون که چی شد در کربلا، چی دید، و خب یک احترام و توجه خاصی را بین اطرافیانش داره. حتی بعضی ها حسرت میخورن که حسرت او را میخورن که چقدر خوش به حالش شد که رفت کربلا و دید همه این لذت هایی را که شما از ابتدای برنامه اونا را ذکر کردید. میخوام از او هم بر ما بگید که واکنش اطرافیان و دوستانتان وقتی از سفر برگشتین چطور بود؟ دیگه نشوکه شدم. چجور رفتین کربلا؟ شما که مدرک قانونی نداشتین، شما که پاسپورت نداشتین، اقامت نه، چجور رفتین؟ باید سر شماری رفتیم دیگه، الان دل به دریا زدیم و به امید خدا و خدا آقا رفتیم. آقا ما رو طلب کرد و رفتیم دیگه. خیلی واقعا همه دوستا مونده بودن، چی بگم، خیلی خوشحال شده بودم. و به عنوان صحبت آخر، اگر آرزوی دارید، اگر صحبتی دارید برای کسایی که تا حال بس زیارت امام حسین نرفتن، این توفیق نصیبشان نشده، از شما میشنوید. انشالله دعا میکنم، پیش آقا التماس میکنم اونایی که نرفتن این آرزو به دلشون نمونه، همه برن کربلا. واقعا کربلا یه شور عالی داره. میگن که کسی که نرفته یک ارمان داره، ولی کسی که رفته هزاران ارمان به دلش پیدا میشه. ما هر روز بیشتر تشنه تر میشم برای زیارت آقا. همسرم بیشتر از من میگه خانم امسالم بریم. هم میخندم میگم آقا با این مشکلات نگه میشه. میگه چی دیدی خدا را؟ شاید خدا مثل پارسال ما را به اون توفیق داد و آقا ما را طلب کرد، دعوت کرد. خب اگه آقا دعوت کنه که انشالله باز مشرف میشیم. یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری،
تا سر نیز سر ناطق قرآن نگری زینب غم زدم زینب غم زدم زینب